در این فصل آخر از آموزش مبانی الکترونیک دیجیتال به تکنولوژی مدارات مجتمع می‌پردازیم. محتوای این فصل شامل مشخصه ها و پارامترهای عملیاتی پایه، مدارات CMOS، مدارات TTL، ملاحظات عملی در استفاده از تکنولوژی CMOS و TTL و همینطور مدارات ECL، PMOS، NMOS و E2CMOS هست. خب، ابتدا به پارامترها و مشخصات عملیاتی پایه IC های منطقی می‌پردازیم. اولین پارامتر و یا مشخصه ولتاژ DC تغذیه هست که برای IC هایی که دارای تکنولوژی ساخت TTL هستند اغلب از ولتاژ 5 ولت برای تغذیه استفاده می‌شود، اما برای تکنولوژی CMOS که در ادامه با مدارات داخلی اونها آشنا خواهیم شد از ولتاژهای مختلف 1.8، 2.5، 3.3 و یا 5 ولت می توانیم استفاده بکنیم، بستگی به نوع IC دارد. بنابراین با توجه به اینکه ولتاژ منبع تغذیه برای IC های CMOS می تواند متفاوت باشد، 1.8، 2.5، 3.3 و 5 ولت می تواند باشد، در مدارات منطقی برای اینکه ولتاژ تغذیه این IC های CMOS رو به صورت دقیق مشخص بکنیم می تونیم پایه های منبع تغذیه VCC و همینطور زمین و یا GND رو به این صورت به گیت اضافه بکنیم. این یک گیت NAND هست که ورودی ها AB هست و خروجی هم C هست و پایه های تغذیه مثبت یعنی VCC و همینطور زمین GND به این صورت همراه شماتیک گیت NAND رسم می شود. همچنین در IC ها هم باید دقت بکنیم که پایه های GND و VCC برای تمام گیت ها به صورت داخلی به همدیگر متصل شده اند. یعنی مثلا اگر ما یک IC داشته باشیم که 4 تا گیت NAND در داخل اون وجود داشته باشه، در این صورت VCC 4 تا گیت به همدیگر متصل شده اند و در کل در پایه 14 IC قرار دارد و همینطور GND یا زمین 4 تا گیت هم به همدیگر متصل هستند و به پایه شماره 7 متصل هست. این قاعده برای تمام IC های منطقی صدق می کند. خب پارامتر بعدی سطح منطقی IC هست که ابتدا سطوح منطقی CMOS رو بررسی خواهیم کرد. اگر فرض کنیم که ولتاژ تغذیه برابر با 5 ولت باشه، در این صورت ولتاژ 0 ولت تا 1.5 ولت به عنوان صفر منطقی لحاظ می شود. پس در واقع VL min برابر با 0 هست و VL max هم که در فصل اول تعریف کردیم برابر با 1.5 ولت هست. دقت بکنید که این برای تغذیه 5 ولت IC CMOS هست. و همینطور ولتاژ بین 3.5 ولت تا 5 ولت به عنوان یک منطقی در نظر گرفته می شود. پس VH min 3.5 هست و VH max هم برابر با 5 ولت هست و ولتاژ بین 1.5 تا 3.5 آن acceptable یا غیر قابل قبول هست. پس باید حواسمون باشه که زمانی که از IC های منطقی CMOS استفاده می کنیم ولتاژ پایه ها نباید بین 1.5 تا 3.5 ولت باشه. البته دقت بکنید که این سطوح منطقی برای اینپوت و یا ورودی هست. مقادیر VL و VH برای ورودی و خروجی متفاوت هست. برای خروجی به این صورت هست که اگر خروجی یک IC CMOS صفر منطقی باشه، به صورت مطلق یعنی که ولتاژ بین 0 تا 33 صدم ولت هست. و اگر خروجی یک IC CMOS یک منطقی باشه، یعنی که ولتاژ خروجی بین 4.4 ولت تا 5 ولت هست. دقت بکنیم که سطوح منطقی برای ورودی و خروجی یک IC CMOS با هم متفاوت هستند. اما اگر فرض کنیم که ولتاژ تغذیه IC CMOS 3.3 ولت باشه، در این صورت برای حالت ورودی یا اینپوت ولتاژ 0 تا 8 ولت به عنوان صفر منطقی در نظر گرفته میشه. ولتاژ های بین 2 تا 3.3 ولت به عنوان یک منطقی لحاظ میشه و ولتاژ بین 8 ولت تا 2 ولت غیر قابل قبول هست. اما برای آوتپوت یا خروجی، اگر خروجی یک IC CMOS که دارای تغذیه 3.3 ولت هست صفر منطقی بشه، این یعنی که به صورت مطلق ولتاژ در فاصله 0 تا 0.4 ولت قرار دارد. و اگر یک منطقی باشه، این یعنی که ولتاژ میتواند در بازه 2.4 تا 3.3 ولت قرار بگیرد. اما برای IC های تکنولوژی TTL
فقط یک حالت داریم، تغذیه 5 ولت هست، بنابراین برای ورودی یا اینپوت ولتاژ 0 تا 0.8 ولت، یعنی در واقع این فاصله به عنوان 0 منطقی در نظر گرفته میشه و ولتاژ 2 تا 5 ولت، یعنی این فاصله به عنوان 1 منطقی در نظر گرفته میشود و فاصله 0.8 ولت تا 2 ولت هم غیر قابل قبول هست. اما برای خروجی یا آوتپوت، اگر خروجی یک IC منطقی TTL 0 منطقی باشه، در این صورت ولتاژ اون میتونه بین 0 تا 0.4 ولت قرار بگیرد و اگر خروجی اون 1 منطقی باشه، ولتاژ میتونه 2.4 تا 5 ولت باشد. دقت بکنید که در مدارات منطقی لازم نیست که ما ولتاژ دقیق رو بدونیم. برای ما این اهمیت داره که بدونیم ولتاژ در فاصله 0 تا 0.4 هست و یا 2.4 تا 5 ولت، و یا برای ورودی ولتاژ در فاصله 0 تا 0.8 هست و یا 2 تا 5 ولت. دانستن همین محدوده برای ما کفایت می کند و لازم نیست که مقدار دقیق ولتاژ رو بدونیم. خب طبیعتاً این باعث میشه که سیستم های دیجیتال در مقابل نویز های محیطی امنیت بیشتری داشته باشند. در کل نویز یک سیگنال ناخواسته ای هست و اغلب دارای ماهیت تصادفی هست که می تواند بر روی مدار اثراتی رو داشته باشد و عوامل مختلفی هم می توانند نویز رو ایجاد بکنند. برای مثال خیلی از مدارات منطقی ممکنه که در شرایط صنعتی کار بکنند و در شرایط صنعتی هم انواع کابل های فشار قوی وجود دارد که طبیعتاً چون جریان های خیلی زیاد از این کابل ها عبور می کنه، میدان مغناطیسی خیلی شدیدی هم در اطراف اون کابل ها ایجاد میشه که با توجه به متغیر با زمان بودن جریانی که از کابل ها عبور می کند، در نتیجه شار مغناطیسی هم تغییر خواهد کرد و طبق قوانین القای فاراده باعث ایجاد ولتاژ های القایی در اجسام رسانه‌ای که در اطراف کابل هستند می شوند که ما اون رو به عنوان نویز در اینجا تلقی می کنیم. بنابراین اگر دامنه نویز خیلی زیاد باشند، ممکنه که بر روی خروجی گیت های منطقی اثراتی رو داشته باشد. برای مثال یک گیت اور به این صورت رو در نظر بگیرید که پایه دوم رو به زمین متصل کرده ایم، پس برابر با 0 منطقی هست، اما به پایه A یک سیگنالی اعمال کردیم که این سیگنال دارای نویزهای ناخواسته هست. سیگنال پایه A این سیگنال آبی رنگ هست که به دلیل نویزهای محیطی دارای تغییرات خیلی زیادی هست. به غیر از این فاصله، در بقیه فاصل به دلیل اینکه دامنه ولتاژ از VIH مین بزرگتر هست، A یک منطقی هست. پس یکی از ورودی های گیت اور یک منطقی شده، خروجی هم یک منطقی خواهد شد. اما این فاصله کوچیک رو در نظر بگیریم، یعنی این فاصله دلتا تی رو در نظر بگیریم، دامنه سیگنال آبی رنگ کمتر از VIH مین شده است که طبیعتاً این ممکنه باعث بشه که سیگنال A به عنوان 0 منطقی تلقی بشود. پس دوتا ورودی گیت اور 0 منطقی میشه، پس خروجی اون هم برابر با 0 منطقی خواهد شد. و دوباره بعد از این حالت گذرا، چون سیگنال بزرگتر از VIH مین میشه، خروجی هم به 1 منطقی برمیگردد. بنابراین اگر حتی برای یک لحظه کوتاهی دامنه نویز خیلی شدید بشه، این دامنه زیاد باعث میشه که تغییر وضعیت ناخواسته ای مثل این حالتی که در اینجا مشاهده میکنید در خروجی گیت اور ایجاد بشود که این پالس منفی که در اینجا ایجاد شده است ممکنه که باعث تغییراتی در مدارات طبقات بعدی که خروجی این گیت اور به اون متصل شده است بشود. حالت معکوس هم میتواند اتفاق بیفتد، یعنی یک پالس مثبت به این صورت ایجاد بشود. مثلا فرض کنید که ورودی A گیت اوری که در مثال قبل داشتیم به یک سیگنالی متصل هست که در حالت عادی این سیگنال آبی رنگ در محدوده 0 منطقی قرار دارد، اما برای این فاصله خیلی کوتاه به دلیل اینکه نویز خیلی زیاد شده است، دامنه سیگنال ورودی بزرگتر از VIL ماکس می شود که طبیعتاً باعث میشه که A از 0 منطقی به 1 منطقی تغییر وضعیت پیدا بکند و چون یکی از ورودی های گیت اور هم یک منطقی شده، خروجی اون هم یک منطقی خواهد شد. و حال اگر این مدت زمان دلتای تی سپری بشه، دوباره دامنه سیگنال به محدوده 0 منطقی برمیگردد و خروجی گیت اور هم دوباره به 0 منطقی برمیگردد. پس در اینجا یک پوزیتیو پالس ایجاد شده است که باز هم این
پالس مثبت ممکنه که در مدارات بعدی که به این گیت اور متصل هستند تغییراتی رو ایجاد بکند. حال برای اینکه مصونیت در مقابل نویز رو به صورت ریاضی تعریف کنیم از پارامتری به اسم حاشیه نویز یا نویز مارجین استفاده می کنیم که به دو صورت تعریف می شود. VNH حاشیه نویز سطح بالا هست و VNL هم حاشیه نویز سطح پایین هست که VNH برابر هست با اختلاف VOH مین و VIH مین هست و VNL هم برابر هست با اختلاف بین VIL ماکس و VOL ماکس هست که تعریف VNH و VNL در این دوتا شکل هم به صورت گرافیکی نشون داده شده است. در واقع VNH برابر میشه با اختلاف بین کمترین مقدار ولتاژ ممکن برای خروجی گیت یک منهای کمترین مقدار ولتاژ ممکن برای ورودی گیت دو در حالت یک منطقی یا در حالت های، که اگر فرض کنیم که آی سی سی موس باشه و تغذیه اون هم 5 ولت باشه، در این صورت بررسی کردیم که وی او اچ مین 4.4 ولت هست و وی آی اچ مین برابر با 3.5 ولت هست و اختلاف این دوتا برابر با 0.9 ولت خواهد شد. پس حاشیه نویز سطح بالا برابر با 0.9 ولت هست. و همینطور طبق شکل دوم هم VNL برابر هست با اختلاف بیشترین مقدار ولتاژ ممکن برای ورودی گیت دوم در حالت صفر منطقی و بیشترین مقدار ولتاژ ممکن برای خروجی گیت یک در حالت صفر منطقی، که در واقع همون اختلاف VIL ماکس و VOL ماکس هست، که باز هم اگر فرض کنیم که IC CMOS و داره ولتاژ 5 ولت باشه، بررسی کردیم که VIL ماکس 1.5 هست و VOL ماکس هم 33 صدم ولت هست و اختلاف اونها برابر با 1.17 صدم ولت خواهد شد. پس حاشیه نویز سطح پایین 1.17 صدم ولت هست. پارامتر بعدی اتلاف توان و یا پاور دیسیپیشن هست که طبیعتاً آی سی های منطقی هنگامی که روشن هستند یک جریانی رو از منبع تغذیه وی سی سی خواهند کشید، پس در واقع یک توانی رو هم به سمت خود جذب خواهد کرد. نکته مهم اینه که جریان آی سی منطقی در حالت یک منطقی نسبت به جریان کشیده شده در حالت صفر منطقی متفاوت هست. به همین دلیل اونها رو با ICCH و ICCCL نمایش می دهیم. ICCH جریانی هست که زمانی که خروجی این IC یک منطقی هست از منبع تغذیه VCC کشیده می شود و ICCL هم جریانی هست که زمانی که خروجی لو و یا صفر منطقی هست از منبع تغذیه کشیده می شود. خب به دلیل اینکه جریان در حالت صفر و یا یک منطقی متفاوت هست، بنابراین یک جریان میانگین تعریف می کنیم. ICC برابر هست با میانگین ICCH و ICCL هست و در این صورت توانی که این IC تلف می کند به این صورت تعریف می شود. حاصل ضرب VCC در ICC برابر با توان تلفاتی این IC منطقی هست. برای مثال برای یک IC نوعی ممکنه که زمانی که خروجی یک منطقی هست جریان برابر با 2 میکرو آمپر باشه و زمانی که خروجی صفر منطقی هست جریان برابر با 3.6 میکرو آمپر باشه و فرض کنیم که VCC هم برابر با 5 ولت هست. در این صورت اتلاف توان این IC برابر میشه با 5 ضرب در 2 به علاوه 3.6 تقسیم بر 2 که میشه 5 ضرب در 2 به علاوه 3.6 میشه 5.6 که تقسیم بر 2 بشه میشه 2.8 و 5 ضرب در 2.8 هم برابر با 14 خواهد شد، که چون ولتاژ رو به صورت ولت و جریان رو به صورت میکرو آمپر وارد کرده ایم پس طبیعتاً واحد توان میکرو وات خواهد شد. پس توان تلفاتی این آی سی 14 میکرو وات هست. یکی از ویژگی های مهم آی سی های سی موس اینه که با کاهش فرکانس توان تلفاتی اونها یعنی پی دی کاهش پیدا می کند. در فرکانس صفر توان برابر با صفر هست و هرچه فرکانس افزایش پیدا می کند پی دی هم افزایش پیدا می کند و از یک فرکانسی به بعد مثلا از فرکانس اف اچ
به بعد توان پی دی تقریبا ثابت میماند. اما برای آی سی تی تی ال در همه فرکانس ها پی دی ثابت هست و توان تلفاتی آی سی های نوع تی تی ال به فرکانس بستگی ندارد. پارامتر مهم بعدی آی سی های منطقی زمان تأخیر انتشار هست که در فصلهای قبل هم به صورت مختصر با اونها آشنا شدیم. زمانی که ورودی یک آی سی منطقی یک تغییر سطح رو داشته باشد، مثلا در اینجا یک گیت اند داریم که یکی از ورودی های اون رو برابر با های و یا یک منطقی تنظیم کرده ایم و در ورودی دیگه یک جهش ناگهانی به این صورت ایجاد می کنیم. ولتاژ از صفر منطقی به یک منطقی جهش پیدا می کند. و فرض کنید که این جهش در زمان تی صفر اتفاق بیفتد. حال با توجه به اینکه این آی سی منطقی از المان‌های واقعی مثل انواع ترانزیستورها، مقاومت‌ها و غیره ساخته شده است که در ادامه هم به اونها اشاره خواهیم کرد، تغییر خروجی به صورت آنی انجام نمی شود بلکه همراه یک تأخیر و یا دیلی خواهد بود. بنابراین خروجی در زمان تی صفر تغییر وضعیت پیدا نمی کند بلکه در زمان تی یک این تغییر وضعیت پیش می آید که اختلاف بین تی یک و تی صفر عموماً به عنوان تأخیر انتشار شناخته می شود که دارای دو نوع هم هست، تأخیر انتشار مثبت و منفی که با تی پی ال اچ و تی پی اچ ال اونها را تعریف می کنیم. تی پی ال اچ تأخیر انتشاری هست که خروجی از صفر منطقی به یک منطقی می رود، اما تی پی اچ ال تأخیری هست که خروجی از یک منطقی به صفر منطقی برمیگردد. و عموماً برای اندازه‌گیری این دو تا پارامتر 50% دامنه سیگنال هم در نظر گرفته می شود. مثلا اگر فرض کنیم که به صورت مطلق این ولتاژ برابر با 5 ولت باشه و این ولتاژ هم برابر با 5 ولت باشه، در این صورت این نقطه متناظر با 50% 5 ولت هست، یعنی 2.5 ولت. و همینطور این نقطه هم متناظر با زمانی هست که خروجی برابر با 2.5 ولت می شود. پس مدت زمانی که بین 2.5 ولت سیگنال ورودی تا 2.5 ولت سیگنال خروجی وجود دارد، یعنی این فاصله برابر هست با تی پی ال اچ. و به صورت مشابه مدت زمانی که بین 50% سیگنال ورودی در حالت لبه پایین رونده تا 50% سیگنال خروجی در حالت لبه پایین رونده وجود دارد، تی پی اچ ال رو تعریف می کند. هرچه این دو تا پارامتر کوچکتر باشند، طبیعتاً ما به حالت ایدئال نزدیکتر خواهیم شد و این آی سی می تواند در فرکانس های خیلی بالاتری کار بکند. و هرچه بزرگتر باشند، ما محدودیت فرکانسی بیشتری رو خواهیم داشت. یعنی از این آی سی نمیتونیم در فرکانس های خیلی بالا استفاده بکنیم. پارامتر بعدی که وابسته به دو تا پارامتر قبلی هست، حاصل ضرب سرعت توان هست. این پارامتر رو اگر با SP نمایش بدهیم برابر هست با حاصل ضرب TP در PD که این TP رو میتونیم میانگین TP LH و TP HL در نظر بگیریم. پس در واقع این پارامتر ویژگی های توان تلفاتی و زمان تأخیر انتشار رو در داخل خودش ادغام میکند. از این ویژگی بیشتر برای مقایسه آی سی های مختلف استفاده می شود و آی سی که داره پارامتر اس پی کوچکتری باشه طبیعتاً کارایی بهتری رو خواهد داشت. همچنین باید دقت بکنیم که اگر واحد توان رو میکرووات و واحد زمان رو میکرو ثانیه در نظر بگیریم، در این صورت واحد اس پی پیکو ژول خواهد شد. حاصل ضرب زمان در توان برابر با ژول می شود که ما در اینجا دو تا میکرو داریم که در هم ضرب بشوند تبدیل به پیکو خواهد شد. پس حاصل ضرب سرعت در توان دارای واحد پیکو ژول هست. خب پارامتر بعدی بارگذاری یا لودینگ و فناوت هست. در اغلب مدارات منطقی ما خروجی یک گیت منطقی رو به ورودی گیت های دیگه متصل می کنیم. مثلا در اینجا یک گیت اند داریم که خروجی این گیت اند به ورودی گیت های اور دیگر که دارای ورودی ناتم هستن متصل شده است. حال پارامتر فن اوت مشخص می کند که تعداد این گیت های اوری که در خروجی گیت نند قرار گرفته است حد اکثر چه تعدادی می تواند باشد. و اگر
تعداد این گیت ها بیشتر از فن اوت باشه، مدار دارای عملکرد مناسب نخواهد بود. در این مدار به این گیت نند که ورودی گیت های بعدی رو فراهم می کند، گیت درایوینگ یا گیت راه اندازی گفته می شود و به در واقع این گیت های اور هم که ورودی اونها از گیت راه انداز گرفته می شود، گیت های لود یا گیت های بار گفته می شود. باید به فناوت گیت های منطقی حتما دقت بکنیم و از اتصال چندین گیت منطقی به خروجی یک گیت منطقی باید پرهیز بکنیم. و نکته مهم دیگه هم اینه که فناوت بر اساس گیت های مشابه تعریف می شود. این در واقع برای گیت هایی که دارای تکنولوژی های مختلف مثل CMOS و TTL هستن تعریف نمی شود. مثلا فناوت برای یک گیت CMOS بر اساس همون گیت های CMOS تعریف می شود و اگر در خروجی گیت CMOS از گیت TTL استفاده بکنیم، ممکنه که فناوت کمتر از فناوتی باشه که برای گیت های CMOS تعریف می شود. حال بیاییم به صورت مدار معادل بررسی رو درباره بارگذاری گیت های CMOS داشته باشیم. فرض کنیم که ما در اینجا یک گیت AND داریم که خروجی این گیت AND به ورودی یک گیت AND دیگه متصل شده است. از نظر الکتریکی زمانی که خروجی یک گیت AND برابر با یک منطقی میشه، ما اون رو میتونیم به عنوان یک مقاومت که در طرف دیگه این مقاومت منبع VCC وجود دارد در نظر بگیریم. این مدار معادله گیت AND که در خروجی اون یک منطقی قرار دارد یک مقاومت به صورت سری با منبع ولتاژ 5 ولت هست. و همینطور در سمت ورودی گیت AND هم مدار معادل رو میتونیم به عنوان یک خازن در نظر بگیریم. در واقع این به خاطر مدارات داخلی گیت های CMOS هست که ما در خروجی میتونیم از یک مدار معادل مقاومتی استفاده بکنیم و در سمت ورودی هم از مدار معادل خازنی استفاده میکنیم. خب پس در شکل A مشاهده میکنیم که این خازن ورودی گیت AND دومی از طریق این مقاومت به ولتاژ 5 ولت متصل هست. پس این خازن شارژ میشود و جریان از گیت AND اول به گیت AND دوم وارد می شود. به این حالت حالت سورسینگ هم گفته می شود. یعنی گیت اولی جریان رو برای گیت دومی که بار هست فراهم می کند. اما اگر خروجی گیت اول صفر منطقی بشه، در این صورت مدار معادل از دید خروجی گیت AND اول یک مقاومت به این صورت میشه که طرف دیگه مقاومت به جای اینکه به 5 ولت متصل بشه به زمین متصل هست. بنابراین در این حالت چه اتفاقی میفته؟ خازن داره یک ولتاژ اولیه هست که این ولتاژ اولیه به مرور در داخل این مقاومت تخلیه می شود. پس مشاهده می کنیم که جریان این بار از بار به سمت گیت اول جریان پیدا می کند. و این حالت حالت سینک یا چاله جریان گفته می شود. پس در هر دو تا حالت ما به صورت تقریبی می تونیم یک مدار RC رو در نظر بگیریم که برای یک مدار RC یک ثابت زمانی به این صورت تعریف می شود. R ضرب در C. R این مقاومت هست. و C هم ظرفیت این خازن ها هست. حالا اگر ما بیاییم به جای یک بار از چندین بار استفاده بکنیم چه اتفاقی می افتد؟ ما اگر بیاییم چندین بار رو به موازات این گیت AND دوم استفاده بکنیم، این باعث میشه که همه اون خازن ها با هم جمع بشوند. بنابراین ما چند تا خازن به این صورت خواهیم داشت که با هم موازی شدن و معادل خازنهای موازی هم برابر هست با مجموع همه ظرفیت‌های خازنها. پس در حالت جدید ثابت زمانی برابر میشه با R ضرب در C1 و علاوه C2 تا CN. پس ثابت زمانی افزایش پیدا میکند. خب طبیعتاً در مدارات RC هرچه ثابت زمانی بیشتر بشه، این یعنی که تغییرات ولتاژ خازن کنتر اتفاق میافتد که این هم باعث میشه که فرکانس کاری مدار کاهش پیدا بکند. پس در تکنولوژی CMOS زمانی که تعداد زیادی گیت CMOS در خروجی یک گیت قرار بگیرد، به دلیل اینکه خازنها با هم موازی می شوند، فرکانس کاری کاهش پیدا می کند. اما برای TTL چه اتفاقی می افتد؟ در CMOS به دلیل مدارات داخلی که در داخل گیت ها استفاده شده است، مدار معادل های ورودی و خروجی به صورت مقاومتی و خازنی هست. اما در TTL که در ادامه هم بیشتر با اونها آشنا خواهیم شد، مدار معادل ها کلن به صورت مقاومتی هست و به صورت خازنی نیست. بنابراین اگر فرض کنیم که
خروجی گیت راه انداز که با گیت شماره 1 اون رو مشخص می‌کنیم یک منطقی و یا های باشه، در این صورت مدار معادل در خروجی گیت راه انداز یک منبع تغذیه 5 ولت به صورت سری با مقاومت R1 هست و در ورودی گیت اند دوم هم مدار معادل مقاومت R2 هست. بنابراین جریان از منبع تغذیه 5 ولت به سمت R2 جریان پیدا می‌کند. در واقع این حالت همون حالت سورسینگ هم هست، چون جریان از گیت راه انداز به بار منتقل می شود. اما اگر فرض کنیم که خروجی گیت لا و یا صفر منطقی باشه، در این صورت مدار معادل از سمت خروجی گیت راه انداز به سمت داخل یک مقاومت هست که طرف دیگه اون به زمین متصل هست. اما برای گیت 2 مدار معادل ورودی شامل یک منبع 5 ولت هست که به صورت سری با مقاومت R2 هست. پس در این حالت جریان از بار به سمت گیت راه انداز منتقل می شود. پس این حالت همون حالت سینک یا چاله جریان هست. حالا اگر بیایم تعداد گیت های بار رو افزایش بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ مثلا در حالتی که خروجی گیت راه انداز یعنی گیت 1 در وضعیت های و یا یک منطقی هست، اگر بیایم در اینجا 3 تا و یا n تا 1, 2 و n این تا گیت بار رو به این صورت قرار بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ خب طبیعتاً همه مقامت های R2 با هم موازی می شوند. فرض کردیم که مدار معادل از دید ورودی همه این گیت ها یکسان باشه. بنابراین مقامت کلی که از این قسمت می بینیم که با R equal اون رو نمایش بدهیم برابر میشه با R2 تقسیم بر N. در نتیجه ولتاژ این نقطه رو اگر به دست بیاریم که اون رو با VOH نشون میدهیم، اگر این ولتاژ رو به دست بیاریم برابر میشه با R equal ضرب در IS. IS جریانی هست که در اینجا وجود دارند. هرچه N بیشتر بشه، یعنی تعداد گیت های بیشتری به خروجی گیت راه انداز متصل بشوند، طبیعتاً R equal کوچکتر میشه و در نتیجه VOH هم کوچکتر میشود که ممکنه که در واقع این VOH کوچکتر از VOH مین بشود. در این صورت این گیت از ناحیه یک منطقی خارج میشه و وارد ناحیه ناپایدار و یا غیر قابل قبول میشود. بنابراین ما نمیتونیم تعداد خیلی زیادی گیت منطقی رو به خروجی گیت راه انداز متصل بکنیم. خب این برای حالتی بود که خروجی گیت راه انداز یک منطقی باشه. اما اگر فرض کنیم که خروجی صفر منطقی و یا لا باشه چه اتفاقی میافتد؟ باز هم فرض کنیم که N تا گیت به این صورت به گیت راه انداز متصل شده باشه. خب هر کدوم از این گیت ها دارای یک جریان هست که اون رو با IIL1 تا IIL N نمایش می دهیم. بنابراین از قانون KCL در این گره استفاده بکنیم، جریانی که وارد گیت 1 میشه که اون رو با IS نشون می دهیم برابر میشه با زیگما IIL I میشه که I از 1 تا n هست. خب پس اگر تعداد گیت ها رو زیاد بکنیم این جریان زیادتر می شوند. حالا اگر این مقاومت رو با R1 نشون بدهیم، در این صورت ولتاژ این نقطه یعنی VOL برابر میشه با IS ضرب در R1. تعداد گیت ها زیاد بشه IS زیاد میشه و R1 هم که ثابت هست، بنابراین VOL زیاد میشه. ممکنه که این ولتاژ VOL بزرگتر از VOL ماکس بشود. بنابراین گیت راه انداز وارد ناحیه ناپایدار و یا غیر قابل قبول خواهد شد. پس باز هم در گیت های TTL بررسی کردیم که نباید تعداد خیلی زیادی گیت رو در خروجی گیت های راه انداز قرار بدهیم. حال در ادامه به مدارات CMOS میخواهیم بپردازیم. یعنی میخواهیم به این مطلب بپردازیم که مثلا یک گیت اند CMOS به چه صورتی ساخته میشود. با توجه به اینکه در مدارات CMOS برای ساخت گیت های منطقی از ترانزیستور MOSFET استفاده می شود، ابتدا یک یادآوری کوتاه رو درباره این نوع از ترانزیستورها ارائه خواهیم کرد. نماد فنی یک ترانزیستور MOSFET در این دو تا شکل رسم شده است که ما در کل دو تا ترانزیستور MOSFET داریم که نوع اول کانال N هست و نوع دوم کانال P هست که نمادهای اونها رو به این صورت مشاهده می کنید. به اختصار گاهی از این نماد هم برای کانال N و از این نماد هم برای کانال P استفاده می شود.
عملکرد یک ترانزیستور ماسفت رو میتونیم به عنوان یک کلید الکترونیکی در نظر بگیریم، یعنی کلیدی که با استفاده از اعمال یک سیگنال یک منطقی و یا صفر منطقی میتواند باز و یا بسته بشود. برای مثال اگر ولتاژ 0 ولت رو به گیت ترانزیستور ماسفت اعمال بکنیم، در این صورت هیچ جریانی در درین به سمت سورس برقرار نمی شود. خب طبیعتاً میتونیم ارتباط درین و سورس رو به عنوان یک کلید باز به این صورت در نظر بگیریم. پس اگر ورودی صفر منطقی باشه، ترانزیستور به عنوان یک کلید باز و یا اوپن سیرکت عمل می کند. اما اگر ولتاژ 5 ولت و یا یک منطقی رو به گیت ترانزیستور اعمال بکنیم، جریان زیادی از درین به سمت سورس جاری می شود که باعث میشه که اختلاف ولتاژ بین درین و سورس تقریبا ناچیز باشه که ما بتونیم اون رو برابر با صفر در نظر بگیریم. پس درین و سورس به همدیگر متصل میشوند و ما ترانزیستور رو به عنوان یک کلید بسته و یا شورت سیرکت میتونیم در نظر بگیریم. خب این عملکرد برای ترانزیستور ماسفت کانال N هست، یعنی در کانال N اگر ورودی که به گیت ترانزیستور اعمال میشه یک منطقی باشه، ترانزیستور اتصال کوتاه میشه و اگر صفر منطقی باشه ترانزیستور باز هست. اما وضعیت معکوس با استفاده از کانال پی ایجاد میشوند، یعنی در یک ترانزیستور ماسفت کانال پی اگر ورودی یک منطقی و یا 5 ولت باشه، ترانزیستور خاموش هست که میتونیم اون رو به عنوان یک کلید باز و یا اوپن سیرکت در نظر بگیریم، و اگر ورودی صفر منطقی باشه در این صورت ترانزیستور روشن میشه و اون رو میتونیم به عنوان یک کلید بسته و یا شورت سیرکت در نظر بگیریم. پس در واقع عملکرد ترانزیستور ماسفت کانال N و کانال P معکوس هم هستند. میتونیم بگیم که ترانزیستور ماسفت کانال N داره منطق مثبت و ترانزیستور ماسفت کانال P داره منطق منفی هست. البته دقت بکنید که تفاوت‌های سیمکشی هم وجود دارد. مثلا در این مدار سورس به زمین متصل هست و درین هم از طریق یک مقاومت R به ولتاژ 5 ولت متصل هست. اما به این مدار شامل مصفت کانال P دقت بکنیم، میبینیم که درین به زمین متصل هست و سورس هم با استفاده از مقاومت R به 5 ولت متصل هست. این مقاومت R هم بیشتر برای محدودسازی جریان استفاده میشود و طوری انتخاب میشه که زمانی که ورودی به صورتی باشه که ترانزیستور روشن شد، جریانی که از سورس به سمت درین و یا از درین به سمت سورس جاری میشوند مقدار مجازی باشه و باعث سوختن ترانزیستور و یا گرم شدن اون نشوند. حال میپردازیم به گیت نات سیموس که مدار اون رو در اینجا مشاهده میکنید. کافیه که دوتا ترانزیستور پیموس و انموس رو به صورت همزمان با هم به کار ببریم. ترانزیستورها رو با Q1 و Q2 نشون میدهیم. سورس ترانزیستور Q2 که کانال N هست به زمین متصل هست و درین دوتا ترانزیستور Q1 و Q2 به هم دیگر متصل هست و سورس Q1 هم به VDD یا به تغذیه مثبت متصل هست و گیت دوتا ترانزیستور هم به هم دیگر متصل شده است و ورودی به گیت اعمال می شود و همینطور خروجی هم برابر با گیت ترانزیستورهای Q1 و یا Q2 هست. حال این مدار چجوری میتواند به عنوان یک گیت نات عمل بکند؟ بیاییم فرض کنیم که ورودی اینپوت رو برابر با های در نظر بگیریم. چه اتفاقی میافتد؟ خب این های رو میتونیم مثلا برابر با ولتاژ 5 ولت در نظر بگیریم. برای ترانزیستور Q2 که کانال N هست یا NCH و Q1 هم PCH یا کانال P هست. ترانزیستور Q2 سورسش به زمین متصل هست و گیت هم داره ولتاژ 5 ولت هست. پس در واقع ولتاژ VGS یعنی ولتاژ گیت نسبت به سورس برابر با 5 ولت هست که باعث میشه که این ترانزیستور آن و یا روشن بشود. پس میتونیم اون رو به عنوان یک کلید بسته به این صورت در نظر بگیریم. پس طبیعتاً این مسیر رو بیایم دنبال بکنیم، ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ زمین یعنی برابر با 0 ولت خواهد شد که 0 ولت هم برابر با لا و یا 0 منطقی هست. همینطور ولتاژ سورس Q1 VDD هست که مثلا میتونیم اون رو برابر با 5 ولت در نظر بگیریم و ولتاژ گیت اون هم 5 ولت هست. پس VSG در ترانزیستور Q1 برابر با 0 ولت هست. پس این ترانزیستور خاموش هست. قبلش یک نکته رو بیان بکنم، این که در یک ترانزیستور کانال N به این صورت
برای اینکه این ترانزیستور روشن بشود و ما بتونیم اون رو به عنوان یک کلید بسته در نظر بگیریم، باید ولتاژ گیت نسبت به سورس که با وی جی اس اون رو نمایش میدهیم باید به اندازه کافی بزرگ باشه، مثلا در حد 3-4 ولت و یا 5 ولت باید باشه. این برای کانال N هست. اما برای کانال P به این صورت باید ولتاژ سورس نسبت به گیت یا وی اس جی به اندازه کافی بزرگ باشد، مثلا برابر با 3 الی 5 ولت باشه تا بتونیم این ترانزیستور رو روشن در نظر بگیریم و سورس و درین رو به همدیگر متصل بکنیم. بنابراین در این شکلی که رسم شده است، چون هم سورس و هم گیت به 5 ولت متصل هستند، اختلاف بین اونها 0 ولت هست و در نتیجه Q1 خاموش هست و Q2 روشن هست. پس طبق این مسیری که مشخص شده ولتاژ خروجی 0 خواهد شد. پس ورودی یک منطقی هست اما خروجی 0 منطقی. اما بیایم حالت دیگر رو بررسی بکنیم. فرض کنید که ورودی لو و یا 0 ولت بشود و یا 0 منطقی. در این صورت وی جی اس برای ترانزیستور Q2 رو به دست بیاریم برابر با 0 ولت میشه. پس طبیعتاً این ترانزیستور خاموش هست. یعنی میتونیم کلن اون رو حذف بکنیم. اما وی اس جی رو برای ترانزیستور کانال پی به دست بیاریم برابر میشه با ولتاژ سورس که 5 ولت در نظر گرفتیم منهای ولتاژ گیت که ولتاژ گیت هم برابر با 0 ولت هست. پس وی اس جی میشه 5 ولت که چون به اندازه کافی بزرگ هست میتونیم ترانزیستور Q1 رو آن یا روشن در نظر بگیریم و سورس و گیت اون رو به همدیگر متصل بکنیم. بنابراین از طریق این مسیر ولتاژ خروجی رو به دست بیاریم برابر با همون VDD و یا 5 ولت خواهد شد. خروجی برابر با 5 ولت هست که میتونیم از نظر منطقی اون رو برابر با های و یا یک منطقی در نظر بگیریم. ورودی 0 منطقی بوده و خروجی یک منطقی شده است. پس در کل جدول درستی رو رسم بکنیم، ورودی رو با وی آی و خروجی رو با وی او نشون میدهیم. اگر ورودی یک منطقی باشه خروجی 0 منطقی و اگر ورودی 0 منطقی باشه خروجی یک منطقی هست و این جدول درستی دقیقا برای یک گیت نات هست. حال در این شکل هم مدار یک گیت نند سیموس رو مشاهده می کنید. از 4 تا ترانزیستور Q1, Q2, Q3 و Q4 استفاده شده است که ترانزیستورهای Q3 و Q4 از نوع کانال N هستند و ترانزیستورهای Q1 و Q2 کانال P هستند. ورودی ها هم A و B هست. جدول درستی برای این گیت در این شکل رسم شده است. اگر A و B هر دوتا برابر با لو و یا یک منطقی باشند، در این صورت Q1 و Q2 در وضعیت S هستند که S در اینجا برابر با وضعیت Saturation هست که وضعیت Saturation وضعیتی هست که ترانزیستور به عنوان یک کلید بسته عمل می کند و همینطور Q3 و Q4 هم C هستند که C مخفف کاتاف یا ناحیه قطع هست، یعنی ناحیه‌ای که ترانزیستور رو به عنوان یک کلید باز در نظر میگیریم. خب در این حالت X یا خروجی برابر با H و یا یک منطقی می شود. به میتادیم مثلا وضعیت HH رو در نظر بگیریم، یعنی هر دوتا ورودی یک منطقی باشند، در این صورت Q1 و Q2 C هستند، یعنی در ناحیه قطع قرار دارند و Q3 و Q4 S هستند، یعنی در ناحیه اشباع و یا در ناحیه روشن قرار دارند و خروجی هم برابر با L و یا 0 منطقی خواهد شد. خب بهتره که بیایم یکی از این حالت‌ها رو بررسی بکنیم. مثلا فرض کنید که حالت سوم رو بررسی بکنیم. AH هست یا یک منطقی هست. مثلا میتونیم فرض کنیم که این ولتاژ 5 ولت هست و همینطور ولتاژ تغذیه رو هم 5 ولت در نظر میگیریم و BL هست، یعنی 0 ولت. خب بیایم ترانزیستور Q4 رو بررسی بکنیم. ولتاژ این نقطه همون 0 ولت هست و ولتاژ سورس اون هم 0 ولت هست. پس VGS برابر با 0 به دست می آید که چون در واقع ولتاژ کوچیکی هست پس ترانزیستور Q4 کلن خاموش هست که در اینجا هم می بینیم که ترانزیستور Q4 در وضعیت C و یا کاتاف هست. حالا چون ترانزیستور Q4 خاموش شده است طبیعتاً هیچ جریانی در این شاخه شکل نمی گیرد. پس طبیعتاً خود به خود ترانزیستور Q3 هم خاموش خواهد شد. در گیت Q1 ولتاژ 5 ولت وجود دارد و در سورس اون هم باز هم ولتاژ VDD یعنی 5 ولت وجود دارد. پس VSG رو برای ترانزیستور Q1 به دست بیاریم برابر با 0 ولت می شود که باز هم باعث میشه که این ترانزیستور هم خاموش بشود.
اما به گیت Q2 دقت بکنیم و این مسیر رو دنبال بکنیم، داره ولتاژ 0 ولت هست. پس VSG برای Q2 محاسبه بشه برابر با 5 ولت می شود که طبیعتاً این باعث میشه که Q2 روشن بشود. اگر Q2 روشن بشه میتونیم سورس و درین اون رو به این صورت به همدیگر متصل بکنیم که این مسیر رو بیایم دنبال بکنیم، باعث میشه که ولتاژ خروجی یعنی VO برابر با همون VDD بشود، یعنی برابر با 5 ولت و یا 1 منطقی و یا H بشود. پس زمانی که A و B در وضعیت های و لو قرار دارند، خروجی در وضعیت های هست. به همین ترتیب میتونیم سایر حالتها رو هم بررسی بکنیم. اما در اینجا گیت نور سیموس رو مشاهده میکنید. در اینجا هم از 4 تا ترانزیستور استفاده شده که ترانزیستورهای Q3 و Q4 کانال N هستند و ترانزیستورهای Q2 و Q1 کانال P هستند. ورودی اول به گیت Q1 و Q3 به صورت همزمان اعمال میشه و ورودی دوم به گیت Q2 و Q4 به صورت همزمان اعمال میشود. حال مثلا بیایم یکی از این حالتها رو بررسی بکنیم. حالت دوم رو در نظر بگیریم. ولتاژ A لا و یا 0 منطقی هست که میتونیم 0 ولت اون رو در نظر بگیریم و VDD رو هم 5 ولت در نظر میگیریم و ورودی دوم های و یا 1 منطقی هست که میتونیم 5 ولت اون رو در نظر بگیریم. ابتدا وضعیت Q1 رو مشخص میکنیم. در گیت ولتاژ 0 ولت رو داریم و در سورس 5 ولت. پس ولتاژ سورس نسبت به گیت 5 ولت میشه، پس این ترانزیستور روشن خواهد شد. پس Q1 در ناحیه سچوریشن یا ناحیه وصل قرار دارد. همچنین Q3 رو در نظر بگیریم، هم در گیت اون 0 ولت وجود دارد و هم در سورس، پس Q3 کلن خاموش هست. اگر بیایم Q4 رو در نظر بگیریم، از طریق این مسیر ولتاژ 5 ولت در گیت Q4 وجود دارد و سورس هم داره ولتاژ 0 ولت هست. پس VGS برای ترانزیستور کانال N Q4 5 ولت هست. ترانزیستور Q4 هم روشن هست. پس در واقع درین و سورس اون رو میتونیم به همدیگر متصل بکنیم. خب چون Q4 روشن شده است، پس طبق این مسیر واضحه که ولتاژ خروجی برابر با 0 ولت خواهد شد، که در اینجا هم میبینیم که X یا خروجی برابر با لا و یا 0 منطقی هست. همچنین چون Q2 در گیت داره ولتاژ 5 ولت هست و در سورس هم داره ولتاژ 0 ولت شده است و VS برابر با منهای 5 ولت میشه، پس Q2 هم کلن خاموش میشود. پس در واقع زمانی که A برابر با L و B برابر با H هست، Q1 و Q4 روشن میشوند و Q2 و Q3 خاموش خواهند شد. به همین ترتیب میتونیم سایر حالتها رو هم بررسی بکنیم. پس در مدارات CMOS ما کلن از ترانزیستورهای کانال N و کانال P به صورت همزمان استفاده میکنیم و گیت های منطقی مختلف رو پیاده سازی میکنیم. مداراتی که تا اینجا بررسی شد، خروجی اغلب از درین ترانزیستورها گرفته میشد و به صورت داخلی درین هم به بخش دیگه مدار متصل بود. اما دسته ای از مدارات منطقی وجود دارند که درین ترانزیستورها به جایی متصل نیست و ما باید خودمون به صورت اکسترنالی یا خارجی اون رو به یک مدار مناسب دیگه متصل بکنیم. به این نوع از گیت های CMOS گیت های اوپن درین یا درین باز گفته می شود. همونطور که در شکل اول مشاهده می کنید، در طبقه آخر گیت یک ترانزیستور کانال N به این صورت وجود دارد که درین این ترانزیستور به جای دیگه‌ای در داخل IC متصل نشده است، بلکه درین کاملا باز است و از IC خارج شده است و ما باید اون رو به یک مدار مناسب متصل بکنیم که مثلا در اینجا از مقاومت‌های پول‌آپ استفاده شده است. یعنی درین ترانزیستور از طریق مقاومت پول‌آپ RP به ولتاژ مثبت V متصل شده است. یکی از کاربردهای گیت های اوپن درین اینه که ما میتونیم این ولتاژ V مثبت رو یک ولتاژ بالاتر از ولتاژ کاری گیت در نظر بگیریم، که این طبیعتاً باعث میشه که بتونیم از گیت های اوپن درین در ولتاژ های بالاتر از ولتاژ نامی گیت استفاده بکنیم. و همینطور ویژگی بعدی دیگه اینه که ما میتونیم از تکنیکی به اسم وایرد اند یا اند سیمی استفاده بکنیم که در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد. یعنی مثلا ما میتونیم چند تا
گیت اوپن درین رو بیایم در این نقطه به همدیگر متصل بکنیم و این نقطه دقیقاً عملکردی مثل اند دارد، یعنی خروجی همه گیت ها رو بدون اینکه از یک گیت اند استفاده بکنیم با هم اند می کند. یک نوع دیگه از گیت های CMOS گیت های تری استیت یا سه حالته هست که دو حالت اونها همون حالت های لا و های هست، یعنی صفر و یک منطقی، و یک حالت دیگه حالت اوپن و یا مدار باز هست که به اون های زد هم یا های امپدانس هم گفته می شود. در واقع یک گیتی هست که خروجی اون یا صفر منطقی هست و یا یک منطقی هست و یا باز هست، مثل این هست که درین ترانزیستوری که در گیت اوپن درین داریم به هیچ جایی متصل نشده باشد. در این نوع از گیت ها اغلب یک سیگنال فعالسازی داریم که اون رو با اینیبل میتونیم مشخص بکنیم. یعنی ما در اینجا یک سیگنال کنترل داریم که این سیگنال کنترل مشخص میکنه که وضعیت خروجی گیت به چه صورتی باشد. اگر ولتاژ سیگنال کنترل برابر با لو و یا صفر منطقی باشه، در این صورت گیت عملکردی مثل گیت های عادی دارد. مثلا در اینجا ما یک گیت نات سه حالته داریم و اگر سیگنال کنترل برابر با صفر منطقی بشه، این گیت سه حالته عملکردش دقیقا مثل همون گیت نات معمولی هست. یعنی اگر ورودی یک منطقی باشه خروجی صفر منطقی میشه و اگر ورودی صفر منطقی باشه خروجی برابر با یک منطقی میشود. پس در این دوتا شکل اول سیگنال کنترل صفر منطقی هست و با توجه به این دایره اینیبلینگ یا فالسازی داره منطق منفی هست. اما اگر سیگنال کنترل یک منطقی بشه، در این صورت این گیت دیزیبل یا غیر فعال می شود و خروجی به صورت های زد و یا باز هست، یعنی خروجی به هیچ جایی در داخل گیت متصل نیست. یعنی در اینجا هم دیگه فرقی نمی کنه که ورودی صفر منطقی باشه و یا یک منطقی باشه. پس در این حالت ورودی به عنوان یک دونت کیر یا حالت بی اهمیت تلقی می شود و ورودی هرچی باشه خروجی برابر با یک مدار باز هست. خب این شکل ها به صورت شماتیکی هست، اما مدار داخلی یک گیت نات سه حالته در این شکل رسم شده است. دو تا ورودی داریم، یک ورودی فعالسازی هست و دیگری ورودی واقعی گیت نات هست. اگر این ورودی اینیبل صفر منطقی باشه، کل این مدار مثل همون گیت نات قبلی هست و اگر این اینیبل برابر با یک منطقی و یا های بشه، در این صورت خروجی مدار باز هست و تأثیری از ورودی اینپوت نمیگیرد. چرا این اتفاق میافتد؟ چون مثلا اگر فرض کنیم که ورودی برابر با یک منطقی بشه، خروجی این گیت نات یعنی اینجا برابر با صفر منطقی میشود. خب ورودی این گیت اند یعنی گیت اند اول یکی از ورودی هاش صفر منطقی شده، پس این خروجی برابر با یک منطقی خواهد شد. همچنین یکی دیگر از ورودی های گیت نند دومی صفر منطقی هست، پس اینجا هم میشه یک منطقی، اینجا میشه با توجه به این گیت نات برابر میشه با صفر منطقی. حالا اگر فرض کنیم که V برابر با 5 ولت باشه، هم سورس و هم گیت Q1 که کانال P هست به ولتاژ 5 ولت یا یک منطقی متصل هست، پس Q1 کلن مدار باز خواهد بود و همینطور گیت Q2 هم به صفر منطقی و یا صفر ولت متصل هست و سورس اون هم به صفر ولت متصل هست، پس باز هم Q2 هم خاموش خواهد بود. بنابراین هم درین Q1 و هم درین Q2 مدار باز میشه و خروجی هم کلن مدار باز خواهد بود و دیگه در واقع وضعیت خروجی تأثیری از اینپوت نمیگیرد. اما اگر فرض کنیم که اینیبل برابر با صفر منطقی باشه، در این صورت این نقطه برابر با یک منطقی می شود. بنابراین چون این یک منطقی ورودی گیت های نند 1 و 2 هست، تأثیری بر روی وضعیت خروجی این گیت ها ندارد و وضعیت خروجی گیت های 1 و 2 توسط سیگنال این نقطه مشخص می شود که سیگنال این نقطه هم توسط اینپوت مشخص می شود. مثلا اگر فرض کنیم که اینپوت برابر با صفر منطقی باشه، سیگنال این نقطه میشه یک منطقی. چون ورودی های هر دوتا گیت 1 و 2 همشون یک منطقی شده، پس اینجا میشه صفر منطقی، اینجا هم میشه صفر منطقی. گیت Q1 داره ولتاژ صفر منطقی و یا صفر ولت هست و همینطور اگر V هم فرض کنیم که 5 ولت بشه،
ولتاژ سورس نسبت به گیت Q1 5 ولت میشه که باعث میشه که ترانزیستور Q1 روشن بشود و ما بتونیم سورس و درین رو به هم دیگر متصل بکنیم. بنابراین طبق این مسیری که رسم کردم، ولتاژ خروجی یا X برابر با 5 ولت و یا 1 منطقی می شود. پس ورودی 0 منطقی بوده و خروجی 1 منطقی میشه و اگر حالت معکوس رو هم بررسی بکنیم، خروجی برابر با 0 منطقی خواهد شد. پس در این گیت اگر ورودی فالساز 1 منطقی باشه، خروجی مدار باز هست و اگر 0 منطقی باشه، این گیت مثل گیت نات معمولی کار خواهد کرد. حالا در ادامه یک سری نکات رو درباره استفاده عملی از گیت های CMOS ارائه می کنیم. اولین نکته مهم اینه که شاید بگم مهمترین نکته اینه که حتما باید دقت بکنیم که به دلیل اینکه در داخل گیت های CMOS از ترانزیستور های اثر میدان استفاده می شود و این ترانزیستور ها هم برخلاف ترانزیستور های دو قطبی با ولتاژ کار می کنند، بنابراین این ترانزیستور ها کاملا حساس به تخلیه الکتروستاتیک هستند و حتما باید از دستکش تخلیه الکتریکی استفاده بکنیم. یعنی اگر هنگامی که یک IC رو از داخل جعبه اون بیرون میکشیم و اگر دستمون رو به پینهای اون متصل بکنیم، به دلیل تخلیه الکتروستاتیک ممکنه که صدمات جدی به IC وارد بشود. حتما باید به این نکته دقت بکنیم که هیچ وقت دستمون رو بر روی پینهای IC های CMOS قرار ندهیم و تا جایی که ممکنه است از دستکش استفاده بکنیم. همچنین از قرار دادن گیت های CMOS بر روی سطوح فوم و یا پلاستیک خودداری بکنید و تا جایی که امکان دارد گیت های CMOS رو بر روی سطوح فلزی و سطوحی که زمین شده هست قرار بدهیم. از نصب IC های CMOS هنگام روشن بودن برق مدار خودداری کنید. و نکته آخر هم اینه که تمام پین های IC های CMOS باید به یک نقطه مشخص با ولتاژ مشخص متصل بشوند و نباید یک پین IC های CMOS رو به صورت فلوت و یا شناور رها بکنی. باید حتما اون رو به یک نقطه مشخصی متصل بکنیم. حالا در اینجا میتونیم از تکنیک های پول آف و پول داون هم استفاده بکنیم. مثلا اگر یک گیت اند دو ورودی به این صورت داشته باشیم که ورودی دوم این گیت رو به یک ولتاژ VCC متصل کردیم که باعث بشه که ولتاژ اون برابر با یک منطقی بشوند، اما میخواهیم در واقع یک کلید فشاری به این صورت رو به ورودی اول متصل بکنیم. در طرف دیگه این کلید فشاری زمین قرار دارد. خب طبیعتا اگر ما این کلید فشاری رو فشار بدهیم، چون ورودی اول این گیت اند صفر منطقی میشه، یعنی به زمین متصل میشه، خروجی برابر با صفر منطقی میشود. اما زمانی که کلید فشار داده نشده است چه اتفاقی میافتد؟ پایه شماره 1 کلا مدار باز هست و این مدار باز بودن ممکنه که باعث بشه که تغییرات ناخواسته ای در خروجی ایجاد بشود. بنابراین طبق این نکته آخری که بیان کردیم، ما میتونیم از تکنیک های پول آف و پول داون استفاده بکنیم و پین هایی که آزاد هستند رو به یک ولتاژ مشخص متصل بکنیم. مثلا ما در اینجا زمانی که کلید بسته میشه، ولتاژ 0 ولت در پایه شماره 1 ایجاد میشود. پس ما میتونیم این کار رو انجام بدهیم که زمانی که کلید فشار داده نشده است، ولتاژ پایه شماره 1 برابر با 1 منطقی بشود. که برای این کار میتونیم از یک مقاومت RP یا مقاومت پول آف استفاده بکنیم و پایه شماره 1 رو به VCC متصل بکنیم. این کار باعث میشه که زمانی که کلید فشار داده نشده است، پایه شماره 1 دیگه آزاد نباشه و از طریق مقاومت RP به VCC متصل باشد و زمانی که کلید رو فشار میدهیم، به صورت مستقیم زمین به پایه شماره 1 متصل میشه و ولتاژ برابر با صفر منطقی میشود. میتونیم جای این زمین و این تغذیه VCC رو عوض بکنیم. در این صورت به این مقاومت مقاومت پول داون گفته میشود و زمانی که کلید فشار داده میشه، ولتاژ 1 منطقی در پایه شماره 1 قرار میگیرد.